روزاتان بخیر، عیدتان مبارک. به ویژه برنامه سلام افغانستان خوش آمدین و در ادامه برنامه هستیم که در این بخش دو همکار عزیز و گرامی ما در برنامه حضور پیدا میکنه و ای که کیها هستن؟ بله، همین گونه که رازیه جان گفت دو همکار عزیز ما در کنار ما می باشن و اونا هم در عرصه خبرها و در بخش سیاسی خیلی زحمت میکشن و کارهای خیلی فوق العاده کردن. ما امروز اصلا در مورد سیاست بحث نمی کنیم. ما خود را آماده کردیم برای ازی که خاطره جان احمدی و صفی جان صفا با برنامه میاین. صبحتان بخیر، عیدتان مبارک. عیدتان مبارک. خوش آمدیم. ما برای خانم ها حق میتونیم بفرمایید شما. شما مستر جان، روزیه جان، همچنان عید شما مبارک. سلامت. سلامت و صفا جان. سلام عرض میکنم برای شما و از طریق برنامه برای بیننده ها. عیدم برای شما هم تبریک میگم برای بیننده هم. شما سلام، زنده باشین. فکر کنید که من یک از مسئولین دولتی هستم. فرمایید سلام کنید. چون عادت کردین دیگه والا یک برای راست میگن پیشتر که می آمدیم ما خاطره جان همکار بسیار خوب ما این موضوع یاد کردیم که همیشه ما میمان دار بودیم و میپرسیدیم. اول احساس میکنیم که میمان شدن هم خیلی مشکل هست. واقعا مشکل هستم. از دل مهمان ها میایید که واقعا سوال میکنیم. ما هم مهمان نوازی میکنیم و میوه خشک آماده خوردن است. تشکر. از من میگیریم. دوستان آماده هستن میتونید مشتری. در آغاز قبل اگر در جریان صحبت ها خواستین که میوه خشک بگیرین میگیرین. میخوایم که چون اینا همیشه در یک بخش بودن و کار کردن تا جایی که ما شناخت از صفی جان داریم و خاطره جان، ولی بعض موارد هست که ما نمیدانیم چون بخش ما جدا هست و معمولا با خاطره جان و صفی جان و بخش خبر نیم باشیم. خاطره جان درباره صفا بر ما میگه خوب و بد، خوب و بد، هر چی که هست، خوبی های صفا جان و بدی های صفا جان. برای درباره خاطره میگه اول از خاطره میشنویم که خوبی ها و بدی هایی که در وجود صفا جان هست چی هست؟ خب در قدم نخست ما میخوایم از فرصت استفاده بکنم و اید را به تمام مردم افغانستان و دوستایی که از نزدیک نتونستیم ببینمشان تبریک میگم. خدا کنه که یک عید خوب و خوش را سپری کرده باشن و سپری بکنن. و در مورد صفا جان، صفا بر علاوه که یک همکار خیلی خوب ما است، میتونه یک دوست خیلی خوب برام باشه و من واقعا بر شخصیتشان بر خودشان خیلی احترام دارم. اما این خب فقط در مورد خوبی هایش بود. از مدتی که من روی صفا جان همکار هستم و بلد شدیم، اوطور صادقانه بگویم عادت بدشان تا حالا ندیدیم. اگر میدونم حتما میگفتم. من بگویم شوخی کردم، واقعا همین گونه است. صفا جان خیلی یک پسر خوبه هستم. دیگه پشت دیگر هم کارهای ما پولیس میگردن. راستی هم پرام هستم که هم اینگی از زمو ویژگی های خوب ما میگن. مقصد هم کارهای ما فرید جان، بیره جان، دنگ جان اینا که هستن حداقل اینا میفهمن اگان رازهایی که یا ویژگی هایی که خیلی شما در جوی از هستن، چون یعنی اکثرا با اونا می باشیم و یکان شوخی هایی که با اونا داریم اونا خیلی خوب می فهمن. برای از اون ما نمی خواهیم که زیاد دقل بگیم که نه خیلی خیلی هم ما ویژگی های خوب داریم. یکان شوخی هم داریم که او شاید خیلی مورد پسند کسی قرار نگیره و خوش کسی هم نخوره. آره صفا. مگر من یک مورد را میگم که نمی فهم که خاطره چرا نگفت. من در برنامه و همیشه در جمع رفیقایم در یکان محفلی که میریم، محفلای فرنگی می باشه یا سیاسی می باشه یا ای هم که هر محفل بالاخره می باشه، محفل خوشی می باشه، من خیلی ظاهرا آرام معلوم میشم ولی خیلی شوخ هم هست. من درست یکان وقتی شاید در نیوز روم مثل من شوخ هم نباشه کسی. دقیقا بله. پس مسئول جان در پایان برنامه آقای طاهری هم میاین. او خوب است، نیت خاطر است و نیست صفی است. طاهری باز به ما میگه که چون مدیر جان حالا باید خاطره به چیز صفا جان به ما در مورد خاطره هم بگویم. من
چند تا ویژگی های خوبی خاطره را میگم و چند تا ویژگی های را میگم که حداقل خاطره به عنوان همکار مال ما وقتی که میایم یک جای کار میکنیم عضو یک خانواده هستیم. ما ویژگی های خوب و خراب یک دیگر خیلی خوب باید درک کنیم، بفهمیم، بدانیم که کدام همکار ما چی ویژگی ها را دارن. معمولا ویژگی های خوب را هم دارن ولی ویژگی بد نیست به نظر من. یک ویژگی منحصر به فردی هر کسی میباشه، مثل که من گاهی متوجه میشم که خاطره همکار ما یگان وقتی خسته می از خانه نمیفهم خیلی خسته می باشد، باز ما آمده این فرصت ما یا دیگه همکارهای ما استفاده میکنیم آزارش میتیم، میفهمیم که خیلی کارش میکنه اما در نهایت این همی وضعیتش مثلا برخورد نکرده که باعث خستگی شاید که حداقل ما برای یک مدتی با همکارهای خسته باشه او طور نبوده، در نهایت تحمل کرده ولی خیلی پاسخهای عجیب و غریب بازی قسم سخت جان قسم میکنه چیز خاطره جان وقت کار میشه بازی میکنه نگاهش همیشه میگه بابا من خاطره جان اجام ببرم و پیش از کاش برم و مقصد یک لقب مهاجر براش داره بی بی آجی آلا بی بی آجی دفتر ما هست. خاطره جان بر ما بگو که آیا گاهی شده در جریان از اینکه برنامه بوده برنامه سیاسی و همچنان یا در جریان از اینکه خبر میگفتی ناخودآگاه خنده گرفته باشه؟ خیلی زیاد. یک چیزی که خیلی به خبرها برنامه ما البته نه، وقتی برنامه لایف می باشه خندیم نمیگیرم ولی وقتی انانس میتم یا ثبتی می باشه من خیلی خنده میگیرم. چندین بار تکرار میشه که همکارا به تنگ میان میگه بگو دیگه تایپ خلاص. اما اگر متاسفم صفحه اون یک روز اگر یادتون باشه فکر میکنم دیجه ثبت خبر ساعت 12 بود. ما اصلا فراموش کردم که ساعت 12 خبرها هسته و خیلی به شدت در باز کردم داخل آمدم و کنم کسی جک کار داشتم بعدم که متوجه شدم خبرها هسته ما همون لحظه بر صفحه ما قنافرین دیدم که چطور در ما رو خنده نگره. ما اگر ما با یالت مواجه شدم خیلی برام جالب تمام میشد صفحه خیلی فکر میکنم اون لحظه هم کنترل کردم واقعا چیز از در جریان خبر و برنامه اگر عادت شده حال دیگه دوستا اکثرا گاهی آمدن یا خیلی متوجه بودن و اگر متوجه هم نبودن خدا خیر بود همکارای دیگه ما که داخل می باشن داخل استودیو اونا هم خیلی متوجه مسئله بودن یا کنترل کردن اکثرا از همون دور اشاره میکنه گپ نزنی مقصد که حالا آمدی. اتفاقا خود دامه روز که آمدی فکر کنم خوب گذشت دیگه. خب بر صورتش یک چیز آماده کردیم که بر شما تقدیم میکنه پایت های شما. بله یک کلیپ هست که با هم دیگر میبینیم. بله پیشا پیش این عید را به مردم افغانستان مبارک باد گفتند. در این میان جان بس سفیر ایالات متحده، دیوید مارتین سفیر فرانسه، الیسون بلیک سفیر بریتانیا در کابل و تادامیچی یماماتو نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان با تمنیات نیک در خصوص نهادی نشدن صلح عید رمضان را به افغانها تبریک گفتند. آیا فکر میکنین اگر واقعا پاکستان افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند در این صورت ممکن است که افغانستان به صلح نزدیک شود آنچه که سال هاست مردم افغانستان آن را میخواهند؟ خوب همان طور که میدانید ما طرف بله خیلی عالی بود. ما خب همیشه تعریفات را کردیم واقعا دو خبرنگار دو گرداننده خیلی موفق گوینده خیلی موفق در بخش سیاسی واقعا قابل قدر هست. خیلی ممنون. و تمام توصیفات را ما در آغاز برنامه گفتیم درباره خاطره جان و درباره صفا جان. دیگه چون همکارا میگن که مهمان ها خیلی زیاد هستن شما از خود هستین دیگه پیامایتان را میداشته باشین. خیلی تشکر. من خیلی خوش شدم امروز که میمان برنامه شما بودم و از این طریق یک فرصت ایجاد شد که ایده برای مردم تبریک گفتیم برای بیننده تبریک گفتیم حداقل یک فرصت دگام شد که در امی روز اید همکارا را دیدیم همکارایی که داخل در دفتر هستن امروز نوکری هستن و یک بار دگام در اخیر اول تشکری میکنم از شما از لطفتان و موضوعاتی را که اشاره کردین و یک قدر تعریف و توصیفی کردین به او حد هم نیست ولی شما لطف کردین بزرگی کردین خیلی تشکر. یک بار دیگر من اید تبریک میگم و امیدوارم که خداوند یک لطفی بکنه و به بهانه امی ایدهایی را که میایه و ما خیلی با خوشی میخواییم از این
تجلیل بکنه، یک سال و ثبات و آرامی را همچنان در این سرزمین بیاره که و ما بتانیم در ایدای بعدی خوبتر از این تجلیل بکنیم ایام اید را و در یک فضای بسیار آرامش و راحت با دوستا و رفقای ما دیدواری داشته باشیم. و من خیلی سپاسگزار هستم از اینکه ما رو در برنامه زیبایتان دعوت کردین و یک بار دیگه اید را با تمام هموطنانم تبریک میگم و آرزویی که هر فرد افغان داره صلح و امنیت دائمی را در سر تا سر افغانستان خواهان هستم. انشالله که همه ما شاهد یک سال باشیم. انشالله دوستتان داریم هر دویتان. سلامت باشین. ممنون که آمدین. زنده باشین. وقفه کوتاه.